سلام، قرار جیمز باند ما رو با خودش به استانبول سال 1964 ببره. من جیمز باند و تاتیانا رومانووا رو توی ماجراجویی تنها نذاریم. در دومین فیلم از سری جیمز باند بار دیگه شاهد کارگردانی ترنس یانگ و نقش آفرینی شان کانری هستیم. سازمان جنایی اسپکتر برای انتقام قتل دکتر نو و شکست عملیات جامائیکا برنامه چیده. در این عملیات پیچیده یک دستگاه رمزشکن لکتور متعلق به سازمان اطلاعات جاسوسی شوروی اسمرش و زنی که از محل این دستگاه اطلاعات داره به عنوان تومه برای باند در نظر گرفته شدن. باند این بار سفری به استانبول داره. به رسم فیلم های جیمز باند این بار شاهد صحنه هایی از استانبول، رقص کولی های ترک و نمایش برخی از رسوم محلی مربوط با اون دوران ترکی خواهید بود. این بار او قراره از شرقی ترین مرزهای اروپا سر در بیاره و یک خانم مأمور اسمرش به نام تاتیانا رومانووا رو همراه با یک کیف چرمی قهوه رنگ که دستگاه لکتور در اون اونجا سازی شده از سفارت شوروی بدزده و سوار بر قطار سری و سیر شرق به لندن برسونه. شون کانری یک بار دیگه هم سوار این قطار سری و سیر میشه در فیلم قد در قطار سری و سیر ساخته سیدنی لومت. با موفقیت فیلم دکتر نو، EOM پروداکشن بودجه فیلم رو دو برابر کرد. دو برابر که میگیم یعنی 2 میلیون دلار. شان کانری علاوه بر دستمزد 54,000 دلاریش 100,000 دلار هم به عنوان پاداش دریافت کرد. فیلم برداری فیلم اول آوریل 1963 در استودیو پاین وود آغاز شد. بیشتر نماهای فیلم در استانبول فیلم برداری شده. مکانهایی چون آب انبار باسیلیکا، ایا صوفیه و ایستگاه راهن سیگچی. برای راهن زاگرب و بلگراد هم تصویرها در همین ایستگاه گرفته شد. صحنه هایی از فیلم در ونیز، آرگیل اسکاتلند و سوئیس فیلم برداری شدن. صحنه هجوم موشها پس از سرقت لکتور در اسپانیا فیلم برداری شد، چرا که انگلستان اجازه فیلم برداری با موشهای وحشی رو نداد. یکی از چالش‌های مهم این فیلم علاوه بر خشونت زیاد درگیری‌های تن به تن، مرگ پدرو آرمنداریز بود، بازیگر نقش کریم بی. در فیلم برداری از یکی از صحنه‌های تعقیب و گریز فیلم، هلیکوپتر حامل ترنس یانگ، کارگردان و هنری فیلم آقای رایت و فیلم بردار در آب سقوط کرد و تا عمق 15 متری هم غرق شد، اما خوشبختانه این 3 نفر با جراحات سطحی از آب بیرون کشیده شدند و اتفاق خاصی نیفتاد و فیلم برداری ادامه پیدا کرد. یه قایق پر از دوربین فیلم برداری هم تو تنگه بوسفور غرق شد. ماجرای پیچیده انتخاب باند گرل این بار هم تهیه کنندگان رو به چالش کشید. چندین بازیگر زن برای نقش تاتیانا مد نظر تهیه کنندگان بودند. از جمله سیلویا کوسینا و ویرا لیسی بازیگران ایتالیایی، آنت وادین بازیگر دانمارکی، مگدا گونوفکا بازیگر لهستانی، پیا لیندستورم سوئدی و تاتیانا مالت انگلیسی. De tout ce temps que sera ma vie de tous ces gens. انتخاب نهایی کمپانی گیم با اندرسون بود که با امتناع از رابطه جنسی با مدیر اجرایی یونایتد آرتیست اخراج شد. در نهایت دانیلا بیانچی نایب قهرمان میس ورلد سال 1960 برای این نقش در نظر گرفته شد. اگرچه او کلاس زبان انگلیسی رو آغاز کرد، اما سازندگان در نهایت دیالوگ‌های او رو توسط باربارا جفورد بازیگر بریتانیایی دوبله کردند. نقش روزا کلب رو ابتدا قرار بود کاتینا پاکینو یونانی بازی کنه، اما به علت در دسترس نبودن لنیا خواننده اتریشی توسط ترنس یانگ انتخاب شد. نقش ویدا و زورا دو دختر کولی مبارز هم پس از کش و قوس فراوان در نهایت به آلیزا گور و مارتین بسوویک رسید. اونها 6 هفته رو صرف تمرین رقص مبارزی خودشون کردن و پیتر برکینز طراح بدلکاری آموزش اونها رو بر عهده داشت. اما از دیگر بازیگران این فیلم باید به پدرو آرمنداریز هم اشاره کرد، بازیگری که نقش کریم بی رو ایفا می کرد و در زمان فیلم برداری به سرطان غیر قابل جراحی مبتلا شد. با پایان فیلم برداری صحنه های استانبول و بازگشت تیم تولید به بریتانیا، صحنه های آرمنداریز جلو رفت تا
بتونه بدون معطلی کارش رو به پایان برسونه. با وجود درد مشهود تا زمانی که قادر بود بازی کرد، اما در نهایت جان خودش رو از دست داد و شات‌های باقی مونده پس از خروج او با یک بدل و در برخی صحنه‌ها با اجرای خود ترنس یانگ پیش رفتند. اما شماره یک کیه؟ اگرچه هیچ وقت تصویری از شماره یک در این فیلم به نمایش گذاشته نمیشه و تنها یک دست او رو در تصویر میبینیم، اما آنتونی داوسون، همون بازیگری که در فیلم اول نقش دکتر نو رو بازی کرد، این کاراکتر ناپیدا رو بازی میکنه. پیتر برتون که در فیلم قبل نقش سرگرد بوتروید رو بازی کرده بود در دسترس نبود، بنابراین دزموند لولیل بازیگر ولزی جایگزین او شد و برای نخستین بار در این فیلم ام از عنوان کیوبرنج به عنوان شعبه ساخت سلاح‌های ویژه استفاده کرد. این بار هم آنتونی سینکلر کت رو تنه باند کرد. دومین کت شلوار چک گلن شون کانری در این فیلم تقریبا مشابه فیلم قبله، با اندکی تغییر در بافت پارچه که اون رو برای هوای سردتر مناسب کنه. وجود فلپ های روی جیب کت تنها تفاوت بارز این کت شلوار با فیلم قبل حساب میشه. این بار جانبری آهنگساز اصلی موسیقی متن فیلمه. او با تیم آهنگسازی خودش روانه استانبول شد تا چیزی از موسیقی محلی به موسیقی فیلم اضافه کنه و عملاً محیط بر لحن موسیقیایی فیلم تأثیر بذاره. اما در نهایت از سازهای محلی مشابه سنج انگشت تنها برای ایجاد حس عجیب و غریب در فیلم استفاده کرد، چرا که اعتقاد داشت موسیقی ترکیه دارای لحن کمدی است و در احساس دراماتیک فیلم باند تأثیر منفی میذاره. آهنگ تیتراژ فیلم توسط مت مونرو خونده شده. این خواننده انگلیسی در حد فاصل سالهای 1950 تا 1970 به عنوان مردی با صدای طلایی شناخته می شد. این اولین استفاده سازندگان جیمز باند از ترانه موضوعی متناسب با عنوان فیلم بعداً به یکی از سنت های فیلم های سری 2007 بدل شد. ما در این فیلم رانندگی جیمز باند رو نمی‌بینیم، اما مطابق گفته کیو در فیلم بعدی یعنی گولدفینگر باید ماشینی که در سکانس ابتدایی از روسیه با عشق کنار محل معاشقه باند با سیلویا ترنج پارک شده رو نخستین خودروی تجهیز شده توسط کیو برنج برای مأمور 207 در نظر گرفت. یک بنتلی با موتوری 3.5 لیتری با سقف پارچه‌ای جمع‌شو مدل سال 1934. تنها تجهیزاتی که در این خودرو به نمایش گذاشته شده یک دستگاه تلفنی که از طریق اون مانیپنی موفق میشه جیمز باند رو برای مأموریت جدید فرا بخونه. از این خودرو تنها 1177 دستگاه تولید شده و تا سال 1984 هنوز مورد استفاده قرار می گرفت. این ماشین بنتلی در سال تولید 1450 دلار قیمت داشت. اگرچه اگر در حال حاضر قصد خرید اون رو داشته باشین، به طور متوسط لازمه 167 هزار دلار بابتش هزینه بکنین. این ماشین با موتور 6 سیلند و توان 110 اسب بخار در 4500 دور در دقیقه میتونست به سرعت 145 کیلومتر بر ساعت برسه. برخلاف فیلم اول، ابزارک‌های جاسوسی فراوانی در این فیلم به نمایش گذاشته شدند. موضوع فیلم به طور کلی درباره یک ماشین رمزگشایی لکتوره که سازمان‌های اطلاعات جاسوسی مختلف علاقمندن اون رو به دست بیارن. وسیله‌ای که به اندازه یک کیف چرمی بزرگه، چیزی مشابه یک لپتاپ امروزی. نخستین ابزارکی که باند ازش استفاده می‌کنه یه پیجره که از طریق اون باند فراخونده میشه. این پیجر یک طرفه یکی از نوآوری‌های شگرف این فیلم محسوب میشه، ابزاری که تا 20 سال بعد هنوز به یک کالای رایج تبدیل نشده. همینطور باند در ماشین خودش یه خط مستقیم تلفن به MI6 داره. این ابزار البته پیش از اون هم اختراع شده بود و توسط خبرنگاران به ویژه مورد استفاده قرار میگرفت. نخستین مواجهه ما با کیوبرنج اما کیف متصل انفجاری است. یک تفنگ تکتیرانداز تاشو با فشنگ گاز اشکاور با قابلیت انفجار داخل خودش داره. در کنار دسته این کیف یک چاقو مخفی هم تعبیه شده. یکی دیگر از ابزارهایی که ما در این فیلم می‌بینیم دوربین ضبط صوته. داخل یک کیس دوربین یک دستگاه کوچک ضبط صوت و میکروفون قوی تعبیه شده. باند در زمان ملاقات با تاتیانا رومانووا در کشتی اطلاعات مربوط به دستگاه لکتور رو بر روی یک نوار ضبط کرد و برای ام فرستاد تا صحت اطلاعات او بررسی بشه.
باند در این فیلم از یک دستگاه ردیاب برای یافتن ابزارک‌های جاسوسی مخفی شده در اتاق خودش بهره می‌بره و با پیدا کردن یکی از این میکروفون‌ها با بهانه درخواست تخت کوچکتر اتاق خودش رو عوض می‌کنه. اما از گجت‌های دشمنان باند هم غافل نشیم. کفش‌های نوک‌سمی روزا کلب یکی از اختراعات اسپکتر که در این فیلم رونمایی میشه. سم نوک این کفش میتونست قربانی رو تا 12 ثانیه بعد به کشتن بده. یک گجت هم در ساعت گرانت بود. یک سیم مخفی در ساعت که رد گرانت قاتل خونسرد اسپکتر برای نخستین بار اون رو در صحنه تعقیب و گریز با بدل باند در یک ماز به نمایش میگذاره. و ماسک جیمز باند در صحنه ابتدایی فیلم گرانت در تعقیب بانده و موفق میشه ظاهراً باند رو شکست بده. اما ماسک رو که از صورت مرد برمیداره مشخص میشه گرانت در حال یک مأموریت آموزشی بوده. از این ماسک بعداً در فیلم‌های مثل مأموریت غیرممکن دو هم استفاده شده. و آینه دو طرفه، وقتی باند با ناتانیا رومانووا در سویت ماحصل ملاقات کرد، روزا کلب و یک مأمور دیگه از پشت یک آینه دو طرفه که بالای تخت آویزون شده بود از اونها فیلم می‌گرفتن. قرار بود صحنه اینطور نمایش داده بشه که تاتیانا قصد داشته به نوعی با گرفتن این فیلم از باند اخاذی بکنه و باند متوجه این قضیه شده و او رو به قتل رسوند و سپس خودکشی کرده. از روسیه با عشق به میامی خواهیم رفت و جیمز باند رو در مسافه با گولدفینگر خواهیم دید. در قسمت بعد همراهمون باشید.